بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام به شما هموطنان عزیز و ارجمندم، شبتون بخیر باشه. با بخش خبری ساعت 19 همراه باشید. مدارس دولتی محور اجرای طرح عدالت در نظام آموزشی. رئیس جمهور در جمع مسئولان این طرح هدف دولت از رفع کمبود فضا و تحول در شیوه های آموزشی را ارتقای توانمندی های دانش آموزان دانست و گفت باید به جای ساخت فضاهای آموزشی سنتی، کلاس‌های با قابلیت فضای تعاملی و کار گروهی میان معلم و دانش آموزان ساخته شود. به گفته آقای پزشکیان، با رویکرد ایجاد فضاهای آموزشی تعاملی و بسیج کردن همه ظرفیت‌ها، می‌توان ظرف یک سال کمبود فضاهای آموزشی را برطرف کرد. رئیس جمهور با قدردانی از تقویت و کیفیت بخشی به شبکه شاد، بر استفاده از همه ابزارها برای ایجاد عدالت آموزشی به ویژه برای قشرهای کم برخوردار تاکید کرد. بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 1404، سرپرستان خانوار مشمول یارانه نقدی می توانند سال آینده با تغییر شیوه از کالابرگ الکترونیکی استفاده کنند. انتقال سهمیه سوخت از کارت سوخت خودرو به کارت بانکی صاحبان خودرو توسط وزارت نفت با همکاری بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی مصوب شد. همچنین 250 میلیارد تومان برای یارانه آردونان اختصاص یافت. این کمیسیون بعد از دو هفته بررسی جزئیات لایحه بودجه سال 1404 گزارش مصوبه‌های خود را روز شنبه به صحن مجلس ارائه خواهد کرد. دولت برنامه‌ای برای قطع یارانه نقدی ندارد. سخنگوی دولت در نشست خبری به طولانی بودن فرایند تأمین منابع تا واریز یارانه به حساب شهروندان اشاره کرد و گفت هیچ مشکلی در پرداخت یارانه نقدی وجود ندارد. این را عرض بکنم که انشالله با برنامه‌ریزی خوبی که همکاران انجام میدن شاهد این موضوع نباشیم، ولی هیچ گونه نگرانی مردم نداشته باشن. و این را هم تاکید بکنم که دولت قصد داره که با مسیرهای غیر تورمزا نیازهای کشور را برطرف بکنه. در عین حالی که دوستان تلاش میکنن که مشکلات اینجوری انشالله پیش نیاید، مردم آرامش خودشون رو حفظ کنن، هیچ مشکلی تو این زمینه وجود ندارد. خانم مهاجرانی با بیان اینکه 7% آلودگی ها مربوط به مازوت سوزی است تاکید کرد روند قطع برق کاهشی و سوخت نیروگاه ها فعلا تامین شده است. مازوت سوزی قطع نشده بود، کاهش پیدا کرده بود. ما یک نوع مازوت پرگوگرد داریم که برای سلامتی بسیار مضره. اون نوع مازوت سوزی قطع شده یا رفته در جاهایی که نزدیک مناطق مسکونی نیست. سوختی که الان تامین شده ترکیبی از گاز، گازوئیل و مازوت کمگوگرده. سخنگوی دولت در ادامه هم از آغاز جلسه های کارشناسی تعیین دستمزد کارگران و قیمت گذاری های جدید برنج خبر داد. بارش پاییزی این هفته نیمه غربی کشور را در بر می گیرد. با کاهش دمای هوا و افزایش مصرف گاز، کارشناسان از هموطنان خواستند برای استفاده همگانی از انرژی صرفه‌جویی را در اولویت قرار دهند. سامان بارشی که از یکشنبه شب وارد کشور شده تا فردا در استان‌های غرب کشور فعال است. سازمان هواشناسی برای 14 استان غربی و شمال غربی کشور هشدار نارنجی صادر کرده. خیلی عالی بود، میخواستم با تاکسی برم سر کار، بعد دیدم که نه، از این هوا نباید گذشت، پیاده روی کردم، با پیاده میرم. خدا کنه بارندگی امسال زیاد بشه، چون ما مشکل کمبود آب داریم، انشالله این بارندگی تداوم پیدا کنه. با اینکه کلی کار دارم ولی ترجیح دادم تعطیل کنم، حداقل یه ساعتی بیام زیر باران راه برم و از این هوای دلپذیر و این هوای خوب استفاده بکنم. من یک کشاورز هستم، در هوای بارانی بیش از همه من خوشحالم. معاون اجتماعی سازمان نظام وظیفه عمومی فراجا گفت میانگین حقوق سربازان برای سال آینده با 20% افزایش از 4 میلیون و 800 هزار تومان تا 14 میلیون و 400 هزار تومان خواهد بود. به گفته آقای زاهدی، میزان دریافتی سربازان با توجه به میزان تحصیلات، وضع تأهل،
منطقه و درجه خدمتی و وضع امریه متغیر است. وضع دوربین های ثبت تخلف خودروها اصلا خوب نیست. رئیس پلیس راهور گفت علاوه بر کمبود شدید دوربین های ثبت تخلف، بسیاری از دوربین های موجود هم یا خراب است و یا سیستم آنها بروز نیست و تخلف ها را اشتباه ثبت می کند. ببینید، اگر در تهران من بخوام خدمت شما عرض کنم، شاید کمتر از 30%. در جاده ها هم وضعیتمون خیلی بهتر از این نیست، شاید مثلا حالا با یه مقدار اغماز بالای 50% ما نیاز به بروز رسانی داریم. غیر از کمبود هاست دیگه. این به لحاظ کیفیت فقط. بله. کمبود چقدر کمبود داریم؟ امروز در کل کشور در معابر شهری و در جاده ها بالغ بر 6000 سامانه ثبت تخلف وجود داره. این عدد حداقل باید بره بالای 50000 تا که ما بتونیم ادعا کنیم به صورت کامل تمام راه‌ها، معابر، راه‌های شریانی درجه یک و هر حال راه‌های اصلی ما تحت پوشش نظارت دقیق و کنترل قرار گرفته. خودروهای کوروش کمپانی در توقفگاه اموال تملیکی. رئیس کل دادگستری استان تهران در بازدید از انبارهای سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی استان تهران گفت این خودروها به مزایده گذاشته می‌شود. شش دستگاه از خودروهای خارجی هست که در شرف مزایده برگزاری مزایده هست، قیمت گذاری شدن، شناسایی شدن. تاریخ بازدید این خودروها از 12 تا 19 به مدت یک هفته، هر کسی که در حال مایل باشه میتونه بیان بازدید کنه و روز 25 همین ماه هم بازگشایی پاکات خود این مزایده هست که انشالله امیدواریم با بیشترین قیمتی که پیشنهاد میشه به فروش برسه در جهت جبران بخشی از مطالبات مال باختگان. یک خودرو دیگه هم که خودرو گران قیمتی هم هست، اون رو هم شناسایی کردم، در حال انتقال هست به همین محل، اونم انشالله در اولین فرصت قیمت گذاری بشه و شناسی و به مزایده گذاشته خواهد شد. در آستانه سال روز شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها، کاروان شهدای گمنام امروز در شهرهای تبریز، ساری، بوشهر و مشهد مورد استقبال مردم قرار گرفت. میزبانی از شهدای گمنام در 29 استان تا 15 آذر ادامه دارد. سلام میکنم به این شهدای گمنام، به شهر ما خوش اومدن. انشالله که بتونیم ادامه دهنده راه این شهدای عزیز باشیم. امروز این امنیتی که به کشورمون حاکمه زیر سایه این خون شهدای 8 سال دفاع مقدس هست. انشالله که خدا بصیرت بهمون بده، معرفت بده، پیرو خط رهبری باشیم. انشالله شهیدان با خودشان برکت میارن، تذکر میدن که گوش به فرمان ولایت باشه. پایان این بخش خبری از همراهیتون بسید.